ناباروری یکی از معضلات جامعه ایرانی است که در سالهای اخیر به یک بحران بهداشتی تبدیل شده است. به ازانه بسیاری از مقامها، مسئولان و کارشناسان کشور ایران، علت اصلی بیشتر این مشکلات برنامه ریزی نادرست در طول سالهای گذشته بوده است. زوجهایی که به طور طبیعی قادر به فرزندآوری نیستند، مانع ژنتیکی و بدون کنترل از طرف آنها مانع تحقق فرزندآوری و گسترش خانواده‌هایشان شده است. از طرف دیگر، فشارهای اجتماعی و فرهنگی بر زوج نابارور در جامعه نیمه سنتی ایران زیاد است و به این لیست میتوان مشکلات اقتصادی و گردش مالی گران قیمت یک بار تلاش برای درمان ناباروری را هم افزود. همه این دلایل ناباوری را به یک سوژه مهم و قابل تأمل در جامعه تبدیل می‌کند. دکتر سید نوید المدنی، مشاور ژنتیک بالینی، عضو هیئت علمی پژوهشکده رویان و با سابقه بیشتر از 20 سال مشاور در حوزه ناهنجاره‌های ژنتیکی، از وضعیت زوجینی ایرانی می‌گوید که با مشکل ناباروری روبرو هستند. المدنی همچنین درباره تأثیر وضعیت سیاسی و اجتماعی بر ژنتیک زوجین و فرزندان در برخی نقاط کشور و همچنین نوآوری‌های حوزه درمان ناباروری که حتی باعث ریشه‌کنی یک معلولیت از خانواده می‌شود صحبت کرد. او درباره آمار ناباروری در ایران گفت: اینطور در نظر بگیرید که 15-20% جامعه ایرانی مشکل ناباروری دارند. وی درباره علت‌های این بحران گفت: از دلایل مهم میتوان به افزایش سن ناباروری و عوامل محیطی آسیب رسان اشاره کرد. البته خیلی از عوامل محیطی ناشناخته است و یکی از عوامل شناخته شده عوامل شیمیایی است که به طور ناخودآگاه وارد زندگی ما شده است. وی افزود: همچنین در معرض امواجی هستیم که قبلا وجود نداشتند، امواجی که برای پارازیت استفاده می شود یا امواجی که جهت ارسال و دریافت پیغام استفاده می شود، مثل امواج وایفای یا اینترنت نسل سوم و چهارم گوشی ها. برای بررسی بیشتر، خانم دکتر سمان شیبانی، متخصص زنان و زایبان و فلوشیپ ناباروری و IVF رتبه برتر برد تخصصی ایران و عضو بنیاد ملی نخبگان ایران از تهران با ما همراه هستند. سلام، وقتتون بخیر. سلام، وقت شما هم بخیر باشه. سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین شبکه امام حسین علیه السلام که با ما همراه هستن. زمانی که یک زوج اقدام میکنن، کی زوج ناباربر محسوب میشون و برای بررسی بیشتر باید مراجعه به پزشک داشته باشن؟ ببینین، هر زوجی در ابتدا که میخواد اقدام بکنه نیاز نیستش که قطعاً به یک فلوشیپ ناباروری یا دکتری که در واقع در این زمینه خواسته باشه اقدام بکنه مراجعه بکنه. ولی با این وجود ما زمانی میگیم یک زوج مراجعه بکنه به فلوشیپ ناباروری و درمان ناباروری انجام بده که سن خانوم زیر 35 سال باشه و یک سال حداقل اقدام کرده باشن، نزدیکی بدون محافظت داشته باشن و جلوگیری نداشته باشن، اما باروری اتفاق نیفتاده باشه. در این حال توی افرادی که بالای 35 سال باشن یا این که سنشون زیر 35 سال باشه ولی بیماری زمینه‌ای داشته باشن، مثل اندومتریوز، آدنومیوز، عمل جراحی قبلی کیست تخمدان، تخمدان‌های پلی‌کیستیک یا تنبلی تخمدان و سابقه جراحی های لگنی داشته باشن یا این که سابقه خدایی نکرده بدخیمی های بدنی داشته باشن و قبلا تحت درمان شیمی درمانی یا رادیوتراپی قرار گرفته باشن، بعد از اقدام 6 ماه و عدم حصول باروری باید حتما اقدام بکنن و مراجعه بکنن برای بررسی علت ناباروریشون. از نظر شما علل ناباروری چیه؟ ببینین، علل ناباروری
باروری عملا به دو علت تقسیم میشه، یه سری علل مردانه هستن و یک سری علت زنانه، یعنی علتی که مربوط به زوج خانم بشه یا مربوط به آقا، که البته علت مربوط به آقایان تقریبا 35% علل ناباروری رو تشکیل میده. واسه همینم اغلب که بیماران ما مراجعه میکنن به متخصصان مربوط به حوزه زنان و نازایی، متاسفانه فقط خانوم چک میشه. چرا؟ چون فکر میکنن 70% مربوط به علل خانوم ها هستش، در حالی که همون 35% خیلی علت گسترده ای میتونه باشه، به خصوص توی افرادی که دچار آزو اسپرمی هستن یا اینکه اسپرم هاشون تعداد و جهششون بسیار پایین هست. علت بعدی میتونه مربوط به علل زنانه باشه که تقریبا 65-70% رو در بر میگیره و اون علتش این هستش که 9 ماهه بارداری هم باید در رحم خانوم اتفاق بیفته. بنابراین یه مقدار از علتهای مربوط به خانوم ها خودش دوباره تبدیل به دو قسمت میشه، یکی علتهای مربوط به مسیری که قرار طی بشه، یعنی اون سلول تخم طی بکنه برای اینکه خودش رو به رحم برسونه و لانه گزینی بکنه، و یک قسمت هم مربوط به علتهای مربوط به خود تخمدان میشه، یعنی کسایی که دچار تنبلی تخمدان باشن، کسایی که ذخیره تخمدان پایین داشته باشن، کسایی که علت زمینه‌ای مثل اندومتریوز داشته باشن. خب اینها بیشتر میشه جزء علل ناباروری خانم ها. یکی هم مربوط به علل مربوط به رحم و لوله های رحمی هستش که اون مسیر و جایگاه لانه گزینی رو شامل میشه، که اینها هم باید حتما بررسی بشه. پس بررسی های مربوط به علل ناباروری به 3 دسته تقسیم میشن. یکی اینکه آقا رو باید بررسی بکنیم که نمونه اسپرم بدن، یکی علت های مربوط به خانم که باید حتما ذخیره تخمدان بررسی بشه، حفره رحمی بررسی بشه و لوله های رحمی. ممنونم. که این 3 بخش خیلی مؤثر هستن. خواهش میکنم. ممنونم از شما. خانم دکتر سمان شیبانی، متخصص زنان و زایمان و عضو بنیاد ملی نخبگان ایران، از تهران با ما بودند.